خب خانم هنرمند ایرانی که اینطور تو بخش اول با تأکید گفتید، یادمه توی قسمت قبل اینطور با هم صحبت کردیم که حمایت‌های خانواده که بسیار مؤثر در زندگی فرزندان تا جایی میتونه اون تأثیر خودش رو خیلی زیاد بذاره که ما کودک هستیم یا نوجوان، ولی وقتی که وارد اجتماع و کار و حالا عرصه های بزرگتر میشیم میبینیم تأثیر اجتماع دیگه خیلی رو ما زیاد هست. حالا دوست دارم بیشتر راجع به این بدونم که این جدال های اصلی تو که شروع شد توی مقطع هنرستان چطور با اینا کنار میومدی؟ دقیقا همینطوره، چرا که آدم توی هر سنی که هست و هر مشکلی که براش پیش میاد فکر میکنه که بزرگترین مشکلی که توی زندگیش داره، شاید سنش بره بالاتر و مشکلات جدید داشته باشه، ولی اون لحظه احساس میکنه بزرگترین مشکلشه. و من توی هنرستان با اینکه خیلی به هم خوش گذشت و خیلی زمان خوبی بود، من انقدر توی هنرستان میخندیدم با دوستام که این خط خنده ای من از هنرستان افتاده تا به امروز، ولی در درونم به خاطر اینکه معلم من، متاسفانه معلم‌ها در هنرستان، معلم‌های پیانو در هنرستان یک جوری تعلیم میدن بچه‌ها رو که انگار آینده‌شون رو میخوام بهشون دیکته کنن، یعنی میخوام بگن تو باید این بشی، اگر نشی اشتباهه. و این به نظر من اشتباهه، چون ما به عنوان یک در جایگاه یک معلم باید علممون رو به هنرجومون یاد بدیم، بعد اون انتخاب بکنه خودش که چه اتفاقی میخواد بیفته براش تو زندگیش. مثلا اگر پاپ ساز میزنه خالتور نیست برای مثال، یا مثلا دوست داره پاپ ساز بزنه خالتور نیست. ولی در هنرستان این شکلی نبود و معلم شخص من مدام این رو به من میگفتش که تو هیچ آینده‌ای نداری، تو موفق نمیشی و برو ورزش کن، چون مثلا انرژی زیاده برو ورزش کن. یا مثلا سر امتحانای ساز، چون من یادم میرفت، عدم تمرکز داشتم، من بیش فعال بودم و عدم تمرکز داشتم، چون یادم میرفت مدام اینو میزدن تو سرم، منو با کسی مقایسه میکردن که خیلی دوستش دارم، عاشقش هم، همکلاسیم بود و الانم یکی از بهترین نوازنده های پیانو به جرأت در سطح جهانی، و من رو با اون مقایسه میکنم. اون اصلا نخبه بود، اون اصلا گوشش خیلی قوی بود توی موسیقی، خیلی کلاسیک خوب ساز میزد، پیانو به شدت پیانیست خوبی بود، و من رو با اون مقایسه میکنم. منشم تلاشمو میکردم، ولی روند هنرستان برای من نظر سازی جوری پیش رفت که من فکر کردم خیلی نوازنده بدی هستم، ولی بهم خوش گذشت. حالا یعنی با دوستام انقدری ما با هم متحد بودیم در هنرستان که سه بار مدیر عوض کردیم، یعنی احساس میکردیم به مسائل هنرستان رسیدگی نمیشه، اعتصاب میکردیم، بچه ها رو جمع میکردیم تو آمفی‌تئاتر، کل هنرستان جمع میکردیم، مدیر عوض میکردیم. سه سال متوالی ما مدیر هنرستان رو عوض کردیم، متاسفانه به خاطر فرم ساختاری اداری در ایران ما همیشه تو مدیریت ها توی زیرشاخه هایی مثل هنرستان و اینا مشکل داریم، ولی ما این کار رو میکردیم، این تأثیر داشت کارمون، اعتصاب میکردیم، مدیرمون رو عوض میکردیم. سال سوم دبیرستانم اگر که میموندیم بازم عوض میکردیم. یعنی یه سری دختر بچه چند ساله در اتحادی همچین کاری رو میکردن؟ 15-16 ساله، 14-15-16-17 همه بچه ها، چون از اول راهنمایی جمعشون میکردیم و موافقمون بودن، جمع شدیم تو آمفی‌تئاتر و مدیرمون رو با اعتصاب، یک هفته نمیرفتیم سر کلاسا، بالاخره میومدن با ما حرف میزدن و ما این مدیرها رو عوض میکردیم. هنرستان من اینجوری گذشت. ولی میخوام اینو بدونم که آیا این عوض کردن این اشخاص، این مدیریت ها شخصی بوده، برداشت های شخصی شما بوده، سلیقه شما نبوده، یا واقعا صدمه داشتن به ستون ها و اساس هنرستان میزدن این اشخاص؟ شخصی نبود، چرا که مثلا حقوق معلمای ما رو نمیدادن و خب ما میدیدیم معلم ساز ما داره 2 روز تو هفته میاد بهمون تدریس میکنه، با سختی حقوق نمیگیره، و ما اینجور مسائل رو که میشنیدیم رسیدگی نمیشد به امور هنرستان و معلمامون خیلی برام مهم بودن، خیلی تخصصی درس میخونیم تو هنرستان. و وقتی که این اتفاق میافتاد تصمیم میگرفتیم که در حقیقت میفهمیدیم که ضعف مدیریتی هست و تصمیم میگرفتیم دست جمعی و با هم مدیرمون رو عوض. اتحاده یک نفر از این اتحاد بیرون نبودا، یعنی 250 نفر اگه بودیم 250 نفر تو آمفی‌تئاتر بودیم برای اینکه مدیرمون رو عوض کنیم، و این به چشم میاد و میبینیم که نه تنها دیگه جامعه متاسفانه در ایران و افغانستان نه تنها از زنها، از جوانها، از هنرمندها حمایت نمیکنه، بلکه با تمام قدرت صدمه میزنه، و این خود شخص هست، خود فروغ هست
که توی این جدال‌ها، توی این تنگناها، توی این فشارها، زیر ذره بین بودن‌ها، توی این اهانت‌ها، توی این تهمت‌ها باید حالا بلند شه، باید رستاخیز کنه. چطور یه بچه 15-16 ساله کنار میاد وقتی که دلش میخواد یه تولد مبارک بزنه، بهش میگن تو داری خالتور میزنی، حالا یا بگیم موسیقی کوچه بازاری که نسبت به کلاسیک خیلی افت داره، اینا رو به تو میگفتن ولی تو همچنان داشتی با قوت پیش میرفتی؟ نه، با قوت پیش نمیرفتم. من دوران هنرستانم گفتم که واقعا احساس میکنم نوازنده بدی هستم. هنرستان که تموم شد، من یه فراخوانی داده شد، این شکلی من اصلا وارد شدم، یه فراخوانی داده شد برای ارکستر صدا و سیما و من رفتم اونجا امتحان دادم. پیانیست نمیخواستن و منم اعتماد به نفسشو نداشتم اگر میخواستن، و رفتم برای کور امتحان دادم و قبول شدم، وارد کور صدا و سیما شدم. در همین حین دانشگاه قبول شدم، دانشگاه تهران قبول شدم. برای کنکورم خیلی درس خوندم. یکی از موفقیت‌هایی که خداوند باعث شد در زندگیم داشته باشم قبول شدن در دانشگاه تهران بود. یعنی رتبه من شد 437 خام، بعد از امتحان عملی اومد زیر 10 و من تونستم برم دانشگاه تهران درس بخونم. و وقتی که دوباره دانشگاه شدم، معلم من که عاشقشم، هنوزم باهاش در تماسم، این معلم باعث شد که چون ایرانی نبود و توی این فرهنگ اشتباه تعلیم پیانو در ایران نبود، و این معلم باعث شد که من اعتماد به نفسم بره بالا، متوجه بشم که پیانیستم، من نوازنده خوبیم و نوازنده بدی نیستم، و وارد صدا و سیما شدم. حالا یک سال قبل از دانشگاه وارد صدا و سیما شدم، وارد کور صدا و سیما شدم، و در صدا و سیما چالش‌های خوبی داشتم. یعنی باعث پیشرفتم میشد این چالش‌ها. آیا این مسیحیت تو رو میدونستن؟ چون ارگانی که به شدت زاویه داره با این موضوع. بله، دقیقاً همینا باعث چالشم شد. من یادمه که یک بار با دوستام رفتیم توی واسه صدور کارت، می‌رفتیم کارت ورودی بگیریم. اونجا من و دوستام، خب 17-18 سالمون بود دیگه، من و دوستام خیلی خندیدیم. منم که اصلا میطلب جاهای جدی، یه چیزایی تو ذهنم میاد میگم، دوستام همه میخندن. ما اونجا خیلی میخندیدیم، کلی خندیدیم و اینا. به ما گفتن کارتتون رو برین از حراست بگیریم. ما که متوجه نشدیم چرا، فکر کنم قانونشه. رفتم، من گفت شما برو از حراست بگیر، من کارت این دو نفرم بگیر. رفتم حراست و اونجا یه آقایی بود که در حقیقت اون آقا به من گفتش که شما خیلی میخندی. یعنی فهمیدم که الان مشکل من پیدا کردم که رفتم حراست. شما خیلی میخندی و نباید انقدر بخندی، باید به من تعهد بدی که انقدر دیگه نمیخندی. حالا سوال بعدی. و من اونجا خندم گرفت، اصلا من استرس میگیرم خندم میگیره. بعد دوباره سوال بعدی این بود که اگر که تو خواستگار داشته باشی، من میخوام این سوالو بگم که ببینید تا چه حد تو زندگی شخصی آدم میتونن وارد بشن. اگر خواستگار برای تو بیاد، با یک پسر بسیجی ازدواج میکنی یا یک پسر سوسول؟ که من اونجا گفتم آقا من اگر خواستم ازدواج کنم حتما میام به شما خواستگارم معرفی میکنم، شما ببینید کدوم. پس تا این حد دیگه وقتی که حالا از هنرستان اومدیم وارد سراسی و جامعه کار شدیم، در این حد میخوان دخالت کنن؟ بله بله. و این برای همه بچه ها هست یا توی که مسیحی هم؟ برای همه هست نیست این که فکر میکنم. بعد از اون یه فرم دادم به من، چند وقت بعدش، مثلا 6 ماه بعدش یه فرم دادم من که من توش باید مینوشتم که مسیحی هم، مسلمانم، اسم و فامیل و اینا. من نوشتم مسیحی پروتستان هستم و دوباره منو خواستن. آقای برگر رو گرفت و گفتش که شما اسم پدر چیه؟ گفتش که اسم پدر بزرگ چیه؟ اسم پدر بزرگم رو گفتم. گفت دین تو چی نوشتی؟ گفتم مسیح پرست. گفت چی جوری میشه که من دست و پام شروع کرد لرزیدن؟ اولین باری بود که بابت این مسئله حراست منو میخواست. دیگه میگن روح اون دست هدایتت میکنه. اصلا من نمیدونم چیا گفتم. گفتم من میرم آشوریا رو امتحان میدم، دینیشون رو اینجوری، من مسیح زادم، بابا مامانم. اصلا واقعا یادم نمیاد چی گفتم که منو رها کرد. گفت باشه برو مثلا این شکلی، ولی منو خواستم. و میخوام بگم اولین حراست هایی رو که من در زندگیم تجربه کردم در سن 19-20 سالگی، بابت خندیدن، بابت اعتقادم، بابت اینکه موبایل میگیرم دستم، حتی صدا و سیما رو من اومدم بیرون. چرا که یک تعهدنامه گذاشتن جلوی من و توش نوشته بودن نباید بخندی، نباید گوشی تو چک کنی. و من گفتم یعنی چی؟ من دارم اینجا کار میکنم، چرا نباید بخندم؟ مثل سربازیه مگه؟ من موبایل دارم، خب چکش میکنم گاهی. و
با تمام اون اتفاقاتی که تلاش کرده بودم بابتش، من به عنوان یک نوازنده پیانو خودم رو نشون داده بودم، آشنا نداشتم برای وارد شدن به محیط کار. مثل هنرستان نبود که یکی از برادران کلیسای اون مثلا دوست بابام باشه، حالا بیاد مثلا بگه من ایشونو میشناسم. من اونجا خودم وارد شده بودم، تلاش کرده بودم و تمام تلاشم رو گذاشتم کنار و صدا و سیما زیر بار این زور نرفتم که نباید بخندم. برام خیلی سخت بود، شکست بزرگی بود. دوست داشتی شغلتو؟ خیلی دوست داشتم و اومدم بیرون چون نمیخواستم برم زیر بار این زور که حالا میگم. از لحاظ مالی هم 100% تأثیر میذاره دیگه، چون حقوقی اونجا دریافت میکردی درسته؟ بله اونجا حقوق دریافت میکردم ولی حقوقش که کفاف نمیده، باید کار. ولی همونم قطع شد. همونم قطع شد، اصلا تموم شد، هیچ کار دیگه ای نداشتم وقتی از صدا و سیما اومدم بیرون. وارد یه مرحله جدید میشیم به زودی. بله.